بنا به گفته فعالان حقوق بشر سوری، روز سه‌شنبه شلیک سلاح‌های سنگین ارتش سوریه به مناطق مسکونی شهر حمص ادامه یافت. در همین شرایط، موضع‌گیری کشورهای غربی درباره تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه بیشتر شده است. بر اساس ارزیابی مخالفان دولت سوریه، تاکنون نزدیک 8000 غیرنظامی در ناآرامی‌های 11 ماه گذشته این کشور کشته شده‌اند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان پس از دیدار با نبیل العربی، دبیر کل اتحادیه عرب در برلین گفت: اتحادیه عرب موضع صریحی درباره بحران سوریه داشته که بر محکومیت نقض حقوق بشر از سوی دولت بشار اسد متمرکز است. اتحادیه اروپا پشتیبان این موضع اتحادیه عرب است و با تحریم‌های بیشتر آن را تحکیم خواهد کرد. ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در موضع‌گیری پیرامون وضعیت سوریه گفت که حکومت این کشور تاکتیک شلیک مرگ علیه مخالفان خود را پیش گرفته و پس از رأی مخالف روسیه و چین علیه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه سوریه، جرأت بیشتری برای خشونت یافته است.